من خیلی از آدم ها رو دیدم که خودشون به خودشون میگفتن ما آدم های در به داغونی بودیم، ولی میگفتن کتاب همین شهیدی که برای شما تعریف کردن ابراهیم خان هادی رو خوندیم متحول شدیم. متحول شدیم. متحول شدیم. بچه‌هایی که می‌رفتن جبهه خیلی‌هاشون از اول حاضر به شهادت نبودن، بعد می‌رفتن کم کم دلشون می‌رفت، کم کم دلشون می‌رفت و بعضی‌ها دلشون خیلی می‌رفت. شهید ابراهیم هادی کسی بود که دلش خیلی رفته بود. از جلوی خاکریز دشمن حرکت می‌کرد، چه مشی داشت، چه نوری می پراکند پشت سر خودش. لشکر دشمن می آمد این ور تسلیم می شد. رفت بالای سنگر، بالای خاکیز اذان گفت. یک سحر تو اذان گفتن یکی از سربازان دشمن به او تیر زد، دستش تیر خورد، اذانش رو قطع نکرد، اومد پایین. تو سنگر اومدن نشستن دستش رو بستن. یه دفعه دیدم تو گرگومیش هوا پارچه های سفید داره تکون میخوره، دشمن هم دارن میان اینور. گفتم بچه ها نزنید، بذارید. فرمانده با گردان تسلیم شد. آقا شما چی شد؟ گفتم اون که از آن گفت کی بود؟ آقا برای چی؟ ما گفتیم این از آن را جز انسان عارف و صادق نمیگوید، ما باید اون رو ببینیم. گفتم حالا اون تو سنگر تیر خورد. گفتم آره میدونیم، من میخوام برم از خودش یه سوالی بکنم. فرمانده اومد او رو دید، حالا میخواست به دست و پای او بیفته که حالا فرمانده سن بابای شهید ابراهیم هادی رو داره. آقا اون کسی که به تو تیر زده الان بین ماست، بگی من خودم میارم تیربارانش میکنم، اشتباه کردی، ببخشید. نه آقا نمیخواد تیربارانش کنی. خب اون دیگه تو موقعیت طبیعتا بدید آقا. وقت شهید ابراهیم عاشق چه نوع شهادتی بود؟ وقتی شنید شهیدی در خوابی به کسی گفته بود چرا بدن من رو عقب آوردی؟ تا وقتی بدنم عقب نبود اونجا هر شب فاطمه زهرا به بالین من می آمد، یه لبخندی ابراهیم هادی زد، اینجوریه، رفت و دیگر بدنش نیامد.